7:33 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم روز بامدادی خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. واکنش ها به پرتاب ماهواره سپاه پاسداران به فضا ادامه دارد. فرمانده سپاه و وزارت امور خارجه ایران میگویند در صورت حمله نیروی دریایی آمریکا به کشتی های ایران، پاسخ متناسبی به آنها داده خواهد شد. گزارش و گفتگویی داریم درباره این موضوع. از تازه ترین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و بقیه جهان هم خواهید شنید. از جمله اینکه وزیر خارجه آمریکا ایران، روسیه و چین را به انتشار اخبار گمراه کننده درباره همه‌گیری ویروس کرونا متهم کرده. پیش از اینها اما خلاصه‌ای بشنوید از مهمترین خبرهای ایران و جهان. درود. و در پی ابراز ناخشنودی آمریکا از اقدام ایران در پرتاب ماهواره نظامی به مدار زمین و تهدید به بردن شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دو کشور اروپایی فرانسه و آلمان هم از این اقدام را ناسازگار با قطعنامه شورای امنیت خوانده و از ایران خواسته تمام فعالیت‌هایش در زمینه موشک‌های بالستیک با قابلیت کلاهک‌های هسته‌ای را متوقف کند. مسکو اما این اتهامات را بی‌پایه می‌داند. سران کشورهای اتحادیه اروپا روز گذشته طرحی را برای کمک مالی به کسب و کارها و کارگران آسیب دیده از بحران ناشی از کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه به تصویب نهایی رساندند. این بسته کمک مالی با ارزش بیش از 500 میلیارد یورو قرار است از ابتدای ماه ژوئن به اجرا درآید. تصمیم گیری درباره جزئیات این طرح به جلسات آینده موکول شده. در آمریکا هم مجلس نمایندگان کنگره آمریکا حدود 500 میلیارد دلار دیگر برای مقابله با اپیدمی ویروس کرونا در این کشور اختصاص داده. این چهارمین طرح کمک مالی مرتبط با کرونا است که در ظرف چند هفته اخیر در کنگره تصویب می شود. کامیس فتایی از واشنگتن گزارش می دهد. قرار است که حدود 380 میلیارد دلار از کمک‌های تازه به عنوان وام‌های عمدتاً بلاعوض به کسب و کارهای کوچک برسد. حدود 100 میلیارد دلار هم به بیمارستان‌ها و انجام آزمایش کرونا در سطوح گسترده اختصاص داده شده. به این ترتیب کنگره آمریکا تا به حال حداقل 3 تریلیون دلار صرف مقابله با کرونا کرده. اپیدمی که بنابر آمارهای رسمی فقط در آمریکا به مرگ بیش از 46 هزار نفر و بیکاری 26 میلیون نفر منجر شده. مسئول هدایت و هماهنگی اقدامات برای مقابله با شیوع ویروس جدید کرونا در تهران درباره برداشته شدن محدودیت‌ها برای مهار ویروس کرونا هشدار داده. علیرضا زالی گفته صحبت از کنترل یا کاهش همه‌گیری کرونا یک پیام غلط است و با افزایش تردد سرایت این بیماری شتاب بیشتری می‌گیرد. دولت ایران در روزهای اخیر برخی محدودیت‌ها برای مهار کرونا را برداشته، از جمله به برخی مشاغل اجازه از سرگیری کارشان را داده و پارک ها هم باز شدند. ببخشید، وزارت حج و اوقاف افغانستان از اعلام فتوای رسمی درباره ماه رمضان در میان بحران کرونا خبر داده. امین الدین مظفری معاون این وزارتخانه گفته در دوران شیوع کرونا مردم نمازها را در خانه بخوانند، اما اضافه کرده که درب مساجد باز خواهد بود. دروازه های مسجد باز است، اما توصیه ما ایست که نمازها تا زمانی که این ویروس گسترش و شایع دارد در خانه ها خوانده شود. در مساجد فقط ائمه با مؤذنین خود و با اقتداد کسایی که در نزدیک مسجد است اما دروازه مسجد باز نگاه بکنند، متوقع نمازهای خود در خانه ها بخوانند. جمعه برنامه جمعه 5 اردیبهشت 1399 برابر با 24 آوریل 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با مینا جوشقانی تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. خط و نشان کشیدن های مقام های ایران و آمریکا برای یکدیگر در عرصه آبهای خلیج فارس ادامه دارد. فرمانده سپاه پاسداران در پاسخ به تهدید رئیس جمهوری آمریکا به طور متقابل تهدید کرده. از طرف دیگر آلمان و فرانسه هم در موضعی مشابه آمریکا پرتاب ماهواره سپاه را محکوم کردند و آن را تنش‌زا خواندند. در این حال روسیه از در دفاع از اقدام سپاه درآمده و اتهام‌های آمریکا را بی اساس خوانده. جزئیات بیشتر از هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن. صورت مزاحمت قایق‌های نظامی ایرانی به آنها شلیک کنند،
مقام های ایران هم میگویند به چنین اقدامی پاسخ متناسب خواهند داد. هفته گذشته بین چند قایق مسلح سپاه با یک ناوگروه آمریکایی مستقر در خلیج فارس رویارویی رخ داد که هر طرف دیگری را به رفتار غیرحرفه‌ای متهم کرده. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفته متقابلا دستور مشابهی به نیروهای ایرانی داده شده که در صورت ایجاد مخاطره از طرف شناورهای نظامی آمریکا به آنها شلیک کنند. ما هم به واحدهای نظامیمون در دریا دستور دادیم اگر شناوری یا واحد جنگی از نیروهای دریایی ارتش تروریست آمریکا بخواد امنیت کشتی‌های غیر جنگی و یا شناورهای رزمی ما را مورد مخاطره قرار بده، اون شناور یا اون واحد نظامی را مورد هدف قرار بدن. ما به آمریکایی‌ها اعلام می‌کنیم که در دفاع از امنیت ملی، مرزهای آبی، منافع دریایی، امنیت کشتیرانمون و امنیت نیروهای دفاعیمون در دریا کاملا مصمم و جدی هستیم. هر اقدامی رو با اقدامی قاطع و مؤثر و با سرعت پاسخ می دهیم. فرمانده سپاه در جریان بازدید از نیروهای سپاه در نزدیکی تنگه هرمز در حاشیه خلیج فارس این حرفا رو زد. در همین حال پرتاب ماهواره سپاه پاسداران همچنان واکنش دولت‌های غربی را در پی دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته حالا خود سپاه هم اذعان کرده که برنامه موشکی ایران مقاصد نظامی دارد. حرفی که آمریکا در سال‌های گذشته بارها زده. او در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز همچنین یادآوری کرده که این آزمایش تحت نظارت علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه انجام شده که همین حدود 100 روز پیش نیروهای تحت امر او به هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان تهران شلیک کردند و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. واقعی که خود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند یک اشتباه بوده. آمریکا میگوید پرونده این پرتاب ماهواره را به شورای امنیت سازمان ملل متحد میبرد چون به گفته مقام‌های واشنگتن نقض قطعنامه 2231 این شوراست. اما محکوم کردن این پرتاب ماهواره سپاه فقط موضوع آمریکا که از برجام خارج شده نیست. دو کشور اروپایی آلمان و فرانسه هر دو همچنان طرف برجام اقدام اخیر ایران را محکوم کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، پرتاب ماهواره نظامی ایران را محکوم کرد و آن را ناسازگار با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند. وزارت خارجه آلمان هم با ابراز نگرانی از اقدام اخیر ایران گفته موضعش درباره برنامه موشکی ایران تغییری نکرده و معتقد است این برنامه تأثیر بی‌ثبات کننده‌ای بر منطقه دارد و با توجه به منافع امنیتی اروپا غیرقابل قبول است. با این حال یکی دیگر از طرفین برجام برخلاف این موضع آمریکا و آلمان و فرانسه واکنش نشان داده. روسیه گفته که این پرتاب ماهواره قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض نکرده. وزارت خارجه روسیه گفت این اولین بار نیست که آمریکا که خودش این قطعنامه را نقض کرده بر اساس به گفته آنها اتهامی بی‌پایه ایران را ناقض قطعنامه می‌شمارد. معلوم نیست مقام‌های واشنگتن چقدر در پیش بردن پرونده برنامه موشکی ایران در شورای امنیت موفق باشند، اما پیداست عزم دارند این به گفته خودشان کارزار فشار حداکثری علیه تهران را ادامه دهند. گزارشی بود از هادی نیلی در واشنگتن. با مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور همگانی و بین‌المللی دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن در تماس هستیم تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. درود بر شما آقای بروجردی، خوش آمدید به برنامه. آقای بروجردی، هم ایران و هم آمریکا در خط و نشون کشیدن‌هاشون برای همدیگه از تخطی یا پافراتر گذشتن‌هایی صحبت می‌کنن که شاید به آسونی قابل اندازه‌گیری نباشه، مثلا ایجاد مزاحمت یا اقدامات تحریک‌آمیز. چطور میشه این چیزها رو در محلی مثل خلیج فارس اندازه‌گیری کرد؟ چون داوری وجود نداره، زمین بازی نیست که بشه به راحتی اینها رو اندازه زد و تعیین کرد که کی چه کار کرده. در این صورت چقدر احتمال داره که یا یه تعبیر اشتباهی بشه از اقدام طرف مقابل یا اینکه یک همچین اقدامی سهواً صورت بگیره؟ یک اشتباه یعنی؟ با درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان. بله دقیقا، خطر واقعا مسئله در همین هم هست که چون ایران و امریکا کانال ارتباطی خاصی با هم ندارن، امکان یک تصادف، یک سوء تفاهمی هم نسبت به قصد هم دیگه داشته باشن میتونه منجر به یک فاجعه‌ای در
خلیج فارس بشه و مسئله واقعا قامز بکنه. ولی خب بدون شک میشه حد زد اگر قایق‌ها مثلا به 10 متری 15 متری 20 متری یک ناو بزرگ میرسن، این اعلام خطر هست برای هر دو طرف و به خصوص برای ناو، چون نمیدونن که در اصطلاح کشتی یا قایق تند آیا ممکنه بمبی چیزی کار گذاشته شده باشه، حملات انتحاری باشه و غیره. بنابراین فکر میکنم که این مسئله مهم هست. البته پرزیدنت ترامپ در مصاحبه‌ای که کردن وقتی ازش خبرنگاران پرسیدن که آیا این حرفی که شما زدین، این توییتی که زدین به معنی این هست که قواعد درگیری با ایران عوض شده، چندین بار تاکید بر این کردن که نه، قواعد بازی عوض نشده، ولی من این تهدید بهشون کردم که میخوام اونها از این کارها دست بردارن. واقعیتش هم این است که ما اگر به سال دو سال گذشته هم نگاه بکنیم، می‌بینیم در 2019 و 2020 هم یه چیزی بین 2 تا 5 حادثه از این نوع مسائل بین ایران، نیروهای دریای ایران و امریکا هم صورت گرفته بود. فکر می‌کنید این حرکات، این حرف‌ها چقدر مصرف داخلی داره برای دو کشور و چقدر عرض اندام کردن در مقابل طرف مقابل؟ چون هر دو کشور به هر حال به دلیل کرونا با مشکلاتی، با شاید فشارهایی روبرو هستن در داخل کشورهای خودشون. کاملا درسته. من فکر میکنم که واقعا مصرف داخلی داره. حتی من تا اونجا میرم و میگم که برای مثال برای آقای ترامپ حتی یه درگیری محدود با ایران در خلیج فارس میتونه اتفاقا از لحاظ سیاسی امتیاز و پوان خوبی براشون باشه. در رابطه با ایران هم من واقعا مطمئن نیستم که یه چنین حکمی اونجا هم صدق بکنه، به با در نظر گرفتن اینکه خب امریکا این توانایی رو داره که یک چنین حادثه ای رو به یک مسئله مهم بین‌المللی تبدیل بکنه و اون وقت تبعات خیلی بدتری هم میتونه برای ایران داشته باشه. ولی به هر حال به نظر میاد که با این رجزخوانی ها، به خصوص حالا بعد از فرستادن این ماهواره نظامی در مدار زمین، سپاه پاسداران هم از این فرصت استفاده کرده، شاید به این امید که مسائل راجب زدن اون هواپیمای اوکراینی و غیره به حاشیه رانده بشن و باز هم اونها به عنوان مدافعین استقلال و امنیت ایران بتونن در جامعه جایی داشته باشن. در پایان میخوام بپرسم که تهدیدهای آمریکا در داخل ایران چقدر جدی گرفته میشه؟ به نظر نمیاد که، اولا اینو بگم، به نظر من هیچ کدوم از دو طرف واقعا علاقه ای به یک درگیری جدی ندارن، چون برای ایران هم میدونه که یه چنین چیزی به خصوص در این شرایط که شما اقتصادشون واقعا ورشکسته باشه، مسئله کرونا داشته باشی و غیره، یه چنین درگیری به نفع دولت ایران به هیچ وجه تمام نمیشه. تا به حال هم نشون دادن که برخلاف اینکه خیلی صحبت‌های سفت و سختی میکنن، مثل همین صحبت آقای سلامی که شما در گزارشتون پخش کردین، ولی واقعا یک محافظه‌کاری هم در رفتار ایران رو ما میشیم ببینیم که حاضر نیستن درگیری واقعا به شکلی برسه که امریکا بخواد بهشون پاسخ جدی در اونجا بده. ولی به هر حال من فکر میکنم که چه سر مسئله موشک‌های بالستیک و مسئله ماهواره‌ای، اشتباه میکنه ایران اگر فکر میکنه که امریکا از این فرصت استفاده نمیکنه برای اینکه مسئله رو بخوان به شورای امنیت ببرن. واقعیتش این است که اون قطعنامه 2231 پیوستی داره، یک بند سومی داره، پیوست دوم که در اون ازش ذکر شده بوده که ایران باید از فعالیت‌های موشکی اجتناب بکنه اگرچه بهش دستور ندادن، و خب همین زمینه‌ای میتونه باشه که اگر امریکا هم نتونه این مسئله رو به شورای امنیت ببره، ولی کشورهای دیگر به خصوص فرانسه میتونه که پیشتاز یک چنین مسئله باشه. خیلی متشکرم از آقای بروجردی. مهرزاده بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین‌المللی دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن. یادآوری میکنم که منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما هم هستیم. با ما تماس بگیرید و بگید که درباره مطالب برنامه چی فکر میکنید. از نظر شما شاخ و شونه کشیدن‌های ایران و آمریکا برای همدیگه چقدر نگران کننده است و چقدر فقط برای مصرف داخلیه؟ این هم راه تماس با ما. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام
به بی بی سی شما. بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-2222. چشم‌انداز بامدادی را از بی بی سی در لندن میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا با تدوین برنامه اقتصادی برای کمک به کشورهای بحران زده در مقابل همه‌گیری ویروس کرونا توافق کردند. اما اختلاف بر سر جزئیات آن به قدر زیاد است که بحث بر سر جزئیات به مراحل بعدی موکول شده. کشورهای مسلمان امسال ماه رمضان را در دوران همه‌گیری ویروس مرگبار کرونا در شرایطی متفاوت از سالهای پیش آغاز می‌کنند. و چین اعلام کرده جای خالی آمریکا را برای کمک مالی به سازمان بهداشت جهانی پر خواهد کرد. منوش پورسیایی خبرنگار بی بی سی از واشنگتن گزارش می‌دهد. 27 رهبر اتحادیه اروپا موفق شدند بر سر تهیه برنامه اقتصادی برای کمک به کشورهایی که از همه‌گیری ویروس کرونا 2019 آسیب جدی دیدند توافق کنند. اما توافق بدون جزئیات انجام شده. اینکه کمک مالی چقدر باشد و چگونه در اختیار کشورها و صنایع آسیب دیده قرار بگیرد موضوع اختلاف نظرهای جدی است و قرار است در کنفرانسی دیگر در هفته اول ماه می مورد بحث قرار بگیرد. حالا وظیفه کمیسیون اتحادیه اروپا است که پیشنویس برنامه را تدوین کند که هم نظرات کشورهای آسیب دیده مثل اسپانیا و ایتالیا را در بر بگیرد و هم نظرات کشورهای ثروتمند مثل فرانسه و آلمان را. این کشورها در این حال با کمک فوری 580 میلیون دلاری که دو هفته پیش توسط وزرای بازرگانی آنها اعلام شده بود موافقت کردند. در همین حال روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد این کشور تصمیم گرفته 30 میلیون دلار دیگر به سازمان بهداشت جهانی کمک کند تا به ویژه نظام درمانی کشورهای در حال توسعه برای مقابله با ویروس کرونا تقویت شود. سخنگوی وزارت خارجه چین با اعلام این خبر در حساب توییتریش گفته این کشور یک ماه پیش 20 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک کرده بود. آمریکا کمک مالی به این سازمان را با انتقاد از عملکرد رئیس آن تدروس گبریسوس در زمینه مقابله با بحران کرونا 2019 متوقف کرده. تا کنون 2,700,000 نفر به ویروس کرونا در سراسر جهان مبتلا شدند و بیش از 190,000 نفر جانشان را بر اثر آن از دست دادند. با این همه در برخی کشورها اختلاف میان آمار رسمی و غیر رسمی بسیار زیاد است. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد آمار مرگ و میر در اکوادور بر اثر ویروس کرونا 15 برابر آمار رسمی در کشور است. این روزنامه با بررسی آمار ثبت مرگ و میر اکوادور در سالهای گذشته به این نتیجه رسیده که از اول ماه مارس تا نیمه آوریل تعداد فوت شدگان در این کشور 7,600 نفر بیش از همین زمان در سالهای قبل بوده. در حالی که امید به موفقیت یک داروی ضد ویروس در اولین مراحل آزمایش نقش براب شده، بریتانیا اولین آزمایش بالینی واکسن ضد کرونا خود را آغاز کرده. بعضی متخصصان امیدوار بودند که داروی رمدسیویر بتواند در کنترل ویروس کرونا 2019 مؤثر باشد، اما انتشار تصادفی اسناد مربوط به آزمایش‌های چین روی این دارو از ناموفق بودن آن حکایت دارد. این اسناد که ظاهراً اتفاقی توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده نشان می‌دهد که دارو شرایط بیماران را بهبود نداده و میزان عوامل بیماریزا را در جریان خون آنها کم نکرده است و کشورهای مسلمان نشین ماه رمضان را در میانه همه‌گیری کرونا آغاز کردند. در برخی از این کشورها مانند بوسنی و هرزگوین خیابان‌ها خلوت است و مردم اجازه جمع شدن در مساجد را ندارند، اما در پاکستان برخی روحانیان مقررات منع گرد همایی های بزرگ را برخلاف دستور دولت شکستند. گزارشی بود از مهنوش پورزیایی. و اما در آمریکا، ضربات کرونا به اقتصاد این کشور هر روز سنگین تر می شود. بنابر تازه ترین آمار دولت، 4,400,000 نفر دیگر در ظرف هفته گذشته در آمریکا بیکار شدند که این نرخ بیکاری را در حدود 15% افزایش می دهد.
در واکنش کنگره آمریکا ساعتی پیش چهارمین مسببه حمایتی خود را به ارزش حدود 500 میلیارد دلار برای مبارزه با اپیدمی کرونا و پیامدهای اقتصادی مخربش اختصاص داد. کامیز فتایی همکارمان در واشنگتن با ما همراست. کامیز میتونی بیشتر درباره جزئیات این بسته کمکی به ما بگی؟ خب سنای آمریکا روز سه‌شنبه این بسته رو به تصویب رسونده بود. حالا مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج‌شنبه یعنی واقع ساعتی پیش در عمل این رو به تصویب رسوندن. یه چیزی حدود 378 میلیارد دلار قراره که از این مبلغ حدود 500 میلیارد رو به کسب و کارهای کوچک، شرکت‌های کوچک در واقع بدن که این شرکت‌ها و این کسب و کارها کارکنانشون رو اخراج نکنند. به هر حال یک کمک اضطراری هست. بخش عمدهش هم البته به صورت وام‌های در عمل بلا عوض داده میشه، وام داده میشه که اگر صرف یک سری هزینه‌هایی بشه از جمله ادامه پرداختن پول به کارکنان، اینها این وام‌ها در عمل تبدیل خواهد شد به پول‌هایی که دولت پس نخواهد گرفت. البته یه چیزی حدود در مجموع 100 میلیارد هم در نظر گرفته شده، بخش اعظمش برای بیمارستان‌ها که تحت فشار مالی هستند به خاطر این ویروس، و همینطور چیزی حدود 25 میلیارد هم برای توسعه تست کرونا که بسیار بسیار مهم است. تخمین زده میشه که اگر آمریکا بخواد فعالیت‌های اقتصادی رو در ایالت‌های مختلف دوباره از اینا از سر گرفته بشه، یه چیزی حدود 20 میلیون تست در روز لازمه که اینا انجام بدن که بسیار این چنین توانایی رو فعلا ندارن. بنابراین با تزریق پول به طرح‌های توسعه تست کرونا میخوان که این رو به پیش ببرن. این بخشی از کمک هاست. چهارمین طرحی بوده که تصویب کرده کنگره در عرض چند هفته اخیر. به نظر میاد که الان صحبت از یک طرح حداقل 100 میلیارد دلاری دیگر دارن میکنن، ولی به هر حال در مجموع حدود 3 تریلیون دلار دولت فدرال و کنگره تا به حال خرج کردن که البته این رو هم کم میدونن. خب حالا از تازه ترین آمار مربوط به کرونا هم بگو. در آمریکا از مرگ و میر و کسانی که به بیمارستان منتقل شدن و اونچه که در این روز 24 ساعته گذشته در اونجا گذشته. خب آماری که الان اینجا در واقع داره منتشر میشه 889,000 مبتلا تا به حال هست که یه چیزی حدود 50,000 هم جان باختن، که البته بخش یه قسمت بسیار زیادش بزرگترین کانونش ایالت نیویورک و شهر نیویورک هست. و به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردین 26 میلیون بیکار هست که رقم به 15% رقم 15% هست. منتها در آمریکا صحبت از این کرد آقای ترامپ در کنفرانس خبری روزانش که شاید این قواعد و مقررات فاصله گیری و فاصله گذاری رو حتی تا اوایل تابستان یا بعد از اون هم بخوان اعمال بکنن. البته میشه گفت شاید خبری قدری خوشتر، یک مطالعه دولت فدرال داره به این نتیجه رسیده که این ویروس در رطوبت شدید و همینطور در گرمای شدید زیاد دوام نمیاره. دارن بعد از بررسی های مختلف که دیروز در واقع خود آقای ترامپ هم در کنفرانس خبری او اعلام شد که این ویروس شاید در یک محیط فلزی و در محیطی که خشک و تاریک هست حدود 17-18 ساعت دوام میاره، اما وقتی که تحت رطوبت شدید و گرمای شدید قرارش میدن در عرض 2 دقیقه از بین میره. این قدری خوشبینی رو زیاد کرده که با فرا رسیدن هوای گرم و گرم و مرطوب به خصوص در مناطقی از آمریکا که گرم و مرطوب هستن از جمله شهر واشنگتن، این به هر حال کمک کنه به مهار این ویروس. ولی به هر حال صحبتی که آقای ترامپ داره میکنه این هست که بخواد قواعد رو و این مقررات سفت و سختگیری از جمله فاصله گذاری رو بعد از ماه می هم ادامه بدن در تابستون. متشکرم هستم کامبیز فتایی همکار ما در واشنگتن. چشم‌انداز بامدادی رو ادامه میدیم با بخش اول مرور یکی از مجلات هفته پیش با مسعود بهنور روزنامه‌نگار در لندن. مرور مجلات این هفته رو اول به چلچراغ بدیم، هفته نامه معتبری که شرایط برخی از کارهای مربوط به نشریات کاغذی از همتشون کم نکرده. شماره 777 چلچراغ هستش که 20 فروردین منتشر شده و رو جلد یه مینیاتوره، برخلاف رو جلدای چلچراغ که معمولا مدرن هست و امروزی است و اینا، نه اینجا یک مینیاتوری شبیه مثلا فرض کنید که قصه سنمار
قصه معروفی که میدونیم در مورد اون معمار معروف که از اون بلندانتش بالاخره پایین بعد از اینکه اون قصر رو ساخت درباره اون هست و گزارش میده که در این شماره پرونده‌ای داره بر اولین فیلم داستانی ابراهیم گورستان در خشت دیدن آنچه در آینه ندیدنی است و بعد از اون یه گزارشی داره از نفوذی چلچراغ غریبه‌ای در مترو که غریبه مترو منو یاد کتاب آقای آبیز میندازه در باب تنش‌های آزادی و لیبرالیسم کرونا خطرناک‌تره یا دست نامرئی. اینجا مقصود یه مقاله مهمی است که بهش خواهیم رسید. اجازه بدین که حالا یه مرور همینطور ورق بزنیم ببینیم که همین اول که معمولا یک شعری هست سید حسین متولیان یا تو حکم دادی بمیر من مردم تا به فرمانتم خدایی کن جسدم رو بپیک تو آغوش منو با عشق مومیایی کن. دو بیتی است از آقای متولیان در همین شروع. بعد میرسیم به یادداشت‌های معمول چلچراغ که اعضا و هیئت تحریری هستند و یادداشت‌های کوتاهی است. اولیش رو که نسیم بنایی نوشته درباره اینه که این روزا کسب و کار تعطیل شده، همه قرنطینن، مردم تلاش میکنن به طریق این تهدید رو به فرصت تبدیل کنن. یکی ساز قدیمیش رو به میان آورده، دوباره تمرین موسیقی میکنه، یکی رمان ناتمامش رو داره کار میکنه. هر کسی خلاصه پروژه‌ای داره و بعد از عکسی که گذاشته پیداست که میخواد بگه آقایون هم پروژه نون سازی و نون درست میکنن که خیلی اشاره خوبی است. صفورا بیانی، این خانه دور نیست. عزیز نشسته کنج خونه و تکیه داده پشتی قدیمیش با یه استکان چای و قندی که هیچ وقت ترک نکرد، منتظر تا چهار تا پسرش یکی یکی برن و جمعشن دور سفره صبحونه. یکشون نان تازه میاره، یکی پنیر گرفته، دیگری قرار است امروز بیشتر بماند تا برایش نهار بپزد. از آخرین باری که خودش برای بچه‌ها نهار میپخت خیلی وقت گذشته. حالا پسرها به نوبت براش غذا میپزند. دختر نداشت. خیلی سال پیش دخترش وقتی هنوز خیلی بچه بود افتاد تو حوض و رفت به بهشت. حالا به این ترتیب قصه کوتاهی شروع میشه در مورد مادر بزرگ و مثلا خانواده‌ای که دختر نداشتن و حالا پسرهان که میان یه همچین فضایی رو ایجاد میکنن. بعد این مزد ترس که عنوان بزرگ روی جلد بود میاد و پیداست که درباره کرونا حرف میزنه. فراسوی تاریکی دنیا، اینکه بشر آیا در اضمحلال ویروس کووید 19 آیا موفق است یا نیست، و باز یادداشتایی در این باره میخونیم تا اینکه میرسیم به یادداشت فرید عموزاده خلیلی نسل دوم مدیر مجله که اونجا درباره کرونا خطرناکتر یا دست مرئی. به طور خلاصه حرفش این هست که آیا اون چی که صحبت میشه در کشورهای مختلف الان که آزادی اجتماعی رو بیشتر کرد یا اینکه باید همه جا رو بس، قرنطینه رو سخت گرفت و مانع از این شد که گسترش پیدا کنه، دومی با مانعی برمیخوره که آقای ترامپ و بوریس جانسون و بقیه رو جوش صحبت میکنن و اونم این که اگه اقتصاد سقوط بکنه مصیبتش بیشتر از کرونا هست. به این ترتیب بعضی‌ها معتقدن که اقتصاد رو در اولویت قرار داد و بعضی‌ها معتقدن جون آدمیزاد، ولی قضیه به این سادگی نیست. او نوشته رو از آدام فرگوسن، فیلسوف معروف لیبرال که سالها پیش راجع به این قضیه صحبت کرده بود، نقل قول میکنه و در نتیجه مقاله جونداری هست از فرید عموزاده خلیلی. نگاهی گذرا کردیم به چلچراغ آخر فروردین. مسعود بهنود و بخش اول مرور مجلات هفته. چشم‌انداز بامدادی رو با نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران و جهان ادامه میدیم. در پی ابراز ناخشنودی آمریکا از اقدام ایران در پرتاب ماهواره نظامی به مدار زمین و تهدید به بردن شکایت به شورای امنیت سازمان ملل، دو کشور اروپایی فرانسه و آلمان هم این اقدام را ناسازگار با قطعنامه شورای امنیت خوانده و از ایران خواستند تمام فعالیت‌هایش در این زمینه را متوقف کند. مسکو اما این اتهامات را بی‌پایه می‌داند. سران کشورهای اتحادیه اروپا روز گذشته طرحی را به ارزش بیش از نیم تریلیون یورو برای کمک مالی به کسب و کارها و کارگران آسیب دیده از بحران ناشی از کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه به تصویب نهایی رساندند. در آمریکا هم مجلس نمایندگان کنگره آمریکا حدود 500 میلیارد دلار دیگر برای مقابله با اپیدمی ویروس کرونا در این کشور اختصاص داده. در ایران مسئول هدایت و هماهنگی اقدامات برای مقابله با شیوع ویروس جدید کرونا در تهران درباره برداشته شدن محدودیت‌ها برای مهار ویروس کرونا هشدار داده و گفته صحبت از کنترل یا کاهش همه‌گیری کرونا یک
پیام غلط است و وزارت حج و اوقاف افغانستان از اعلام فتوای رسمی درباره ماه رمضان خبر داده. معاون وزارتخانه گفته در دوران شیوع کرونا مردم نمازها را در خانه بخوانند، اما اضافه کرده که درب مساجد باز خواهد بود. به نیمه برنامه رسیدیم، ببینیم در نیم ساعت دوم چه در انتظار شماست. گزارشی داریم درباره اختلاف نظرها در ایران بر سر رفع محدودیت‌های تردد و بازگشایی کسب و کارها. در گزارشی هم می‌شنویم که مارک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ایران رو متهم کرده که اخبار گمراه کننده درباره ویروس کرونا منتشر می‌کردند. از اجباری شدن استفاده از ماسک در آلمان هم خواهید شنید و گفتگویی هم داریم با همکارمون در کابل درباره پخش ویدیویی در برخی شبکه‌های تلویزیونی افغانستان که خبرساز شده. خبرهای کوتاه از ایران داریم، خبرهای ورزشی و مرور یکی دیگه از مجلات این هفته رو هم خواهید شنید. علیرضا زالی مسئول هدایت و هماهنگی اقدامات برای مقابله با شیوع ویروس جدید کرونا در تهران میگوید صحبت از کنترل یا کاهش همگیری کرونا یک پیام غلط است و با افزایش تردد سرایت این بیماری شتاب بیشتری میگیرد. او هشدار داده که با بیشتر شدن سفرهای شهری، نقل قول میکنم، قطعا با افزایش بار بیماری روبرو خواهیم بود. دولت ایران در روزهای اخیر برخی محدودیت‌ها برای مهار کرونا را برداشته، از جمله به برخی مشاغل اجازه از سرگیری کارشون را داده و پارک‌ها هم باز شدند. مریم افشنگ و تازه‌ترین و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران. در 24 ساعت گذشته 90 نفر جان خودشون از دست دادن. از طرف دیگه اینطور به نظر میرسه که تمام جاها در حال بازگشایی و کارها داره انجام میشه، پاساژ ها، مراکز خرید، کارخونه ها و الان پارک ها. آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی و زیربنایی استان فارس به صورت در واقع ویدیو کنفرانس شرکت داشتن، گفتن که ما همه تلاشمون رو می‌کنیم که صحبت‌های رهبر ایران که گفته بودن امسال سال جهش تولید ره به قول معروف عملی و به صورت اجرایی و عملیاتی بشه، این چیزیه که مدت هاست در واقع بهش هشدار داده شده. حتی وزیر بهداشت چند پیش از بازگشایی مراکز کسب و کار انتقاد کرد و گفت که این میتونه کوچکترین حرکت نسنجیده آسیب‌های جبران ناپذیری رو به دنبال داشته باشه. از طرف دیگه کارخونه دارهایی که در واقع میخوان این کارخونه ها رو باز کنن هم به نوعی برای این جهش تولید در تحت فشار هستن. وزیر صنعت و معدن که برای همین مراسم به استان فارس سفر کرده بود در همین ویدیو کنفرانس شرکت داشت، اون و داشتن میگفتن که به ایران به رتبه دهم در دنیا از تولید فولاد رسیده. نکته ای که عجیب بود این بود که در این مراسم افتتاحیه تمام کسانی که با وزیر صنعت و معدن بودن چسبیده به هم، شانه به شانه هم، فقط یه ماسکی داشتن ولی هیچ فاصله اجتماعی رو رعایت نمی کردن. وزیر علوم هم که امروز خبر از این داد که دانشگاه ها تصمیم بازگشایشون منوط به ستاد ملی مقابله با کروناست، باز فیلمی که منتشر شد همه کسانی که کنار وزیر علوم بودن کنار هم و بدون هیچ فاصله ایستاده بودن. یعنی در واقع خود دولت و کابینه دولت این فاصله اجتماعی رو که مدام از مردم میخوان رعایت کنن رو رعایت نمی کنن با توجه به فیلم هایی که میرسه. چند روزی که آمار کسانی که بر اثر ابتلا به کووید 19 جان دادن اومده پایین در ایران، واکنش مقامات به این آمار چی بوده؟ ما واقعیتش اینه که مدت هاست اعتراضات، یعنی انتقادات زیادی داره میشه که این آمار واقعی نیست. حتی تو روزهای گذشته رئیس شورای شهر و برخی از اعضای شورای شهر تهران گفتن که این آمار بسیار فاصله داره با واقعیت. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته که تعداد جانباختگان حداقل دو برابر این رقمی هست که در واقع داره
اعلام میشه. آرمان ملی گزارشی امروز داشت به نام افزایش کرونا در ایران که میگه که با توجه به اینکه وزارت بهداشت داره میگه سیل نزولی داره، ولی به نقل از فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا میگه که افزایش تعداد بیماران در بیمارستان ها نشون میده که الگوی مراجعه کنندگان تغییر کرده و داره میگه که کسانی که الان مراجعه میکنن حال وخیم تری دارن. در تایید همین حرف رئیس اورژانس تهران هم گفته الان مراجعه کنندگان وقتی وارد اورژانس میشن انقدر حالشون وخیمه که مستقیما ما باید منتقل کنیم به ICU. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم گفته که با توجه به بازگشایی اصناف و پاساژها و اینا و اینکه این کاهش فاصله گذاری داره اتفاق میفته احتمال افزایش زیاده. این حرفیه که قبلا هم مدام زده شده. رئیس سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور نامه ای داد، هشدار داد از این بازگشایی غیر ضروری های عمومی و گفت این موجب گسترش میشه. از طرف دیگه طرح دو فوریتی مجلسه که برای مجازات کسانی که نقض بکنن دستورالعمل ها یا انتقال بیماری رو حبس و قصاص گویا در نظر قرار بگیرن. خب همه اینا نشون میده که وضعیت عادی. گفتگوی بود با مریم افشنگ. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ایران، روسیه و چین را به انتشار اخبار گمراه کننده درباره همه‌گیری ویروس کرونا متهم کرده. آقای پومپئو در یک مصاحبه رادیویی این سه کشور را متهم کرد که در همکاری با هم سعی دارند اخبار نادرست و دروغی در این باره منتشر کنند. جزئیات بیشتر از خشایار جنیدی در واشنگتن. به گفته آقای پومپئو، پیام‌های منتشر شده نادرست به وسیله هر سه کشور مشابه به یکدیگر است و موضوع این پیام‌های نادرست هم تقریباً یکسان است. آقای پومپئو در سخنان خود به گزارش‌های منتشر شده به نقل از یک محقق چینی اشاره کرد که ادعا کرده بود ویروس کرونا نوپدید از یک آزمایشگاه آمریکایی در ایالت ماساچوست نشأت گرفته. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، این گزارش و گزارش‌های مشابه کاملا نادرست و گمراه کننده هستند. تحلیلگران میگویند رسانه‌های چینی و روسی با انتشار اطلاعاتی سعی دارند این تصویر را ارائه دهند که این کشورها در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا موفقیت بیشتری نسبت به کشورهای غربی داشته‌اند. روزنامه نیویورک تایمز نیز هفته گذشته به انتشار گزارش‌های نادرست درباره وضعیت قرنطینه در شهرهای آمریکا اشاره کرد که در رسانه‌های چینی منتشر شده. در ایران نیز اتهاماتی درباره دست داشتن آمریکا در به وجود آوردن ویروس کرونا منتشر شده. هر سه کشور اتهام‌های منتشر شده در رسانه‌های غربی درباره ارائه اطلاعات نادرست درباره شیوع ویروس کرونا در کشورهای خود را رد می‌کنند. خشایار جنیدی. در آلمان با اینکه در این روزا گام‌های کوچک در بازگشایی فروشگاه‌ها تا حداکثر 800 متر مربع و البته با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برداشته شده، ولی عملاً مقررات مربوط به مقابله با ویروس کرونا شدیدتر و سراسری شده. از روز دوشنبه آینده حضور با ماسک در اماکن عمومی در تمامی آلمان اجباری خواهد بود و صدر اعظم این کشور هم تاکید کرده که هنوز راهی دشوار در پیش است. جزئیات بیشتر از مرتضی رئیسی خبرنگار آزاد در آلمان. صدر اعظم آلمان که در یک نشست پارلمان این کشور سخن می گفت هشدار داد که نباید تصور کرد که ما در فاز پایانی ویروس قرار داریم و سختگیری ها را نادیده انگاریم. خانم مرکل با توجه به اینکه از روز دوشنبه آینده تقریبا در سراسر کشور مردم برای پوشش دهان و بینی باید از ماسک استفاده کنند، تاکید کرد که این همه‌گیری به هیچ روی نیروی خود را از دست نداده و همه ناگزیرند تا مدت های نامعلوم با سختگیری ها و محدودیت های وضع شده به سر برند تا بتوان به سرمنزل اطمینان و سلامت رسید. صدراعظم آلمان با اشاره به انتقادهایی که درباره اعمال سختگیری ها جریان دارد و حتی رو به فزونی است
گفت این تصمیمات برایش آسان نبوده و اصولاً چنین خواسته هایی شاید در دموکراسی تصور شدنی نباشد، ولی هدف محدودیت ها معلوم و ضروری است و فعلا باید از خود صبوری و تحمل نشان داد. هیئت دولت نیست که از ائتلاف دموکرات‌های مسیحی و سوسیال دموکرات‌ها تشکیل شده در نشست دیروز خود در برلین به سرپرستی خانم مرکل تصویب کرد تا بالغ بر 10 میلیارد یورو برای کمک به کارکنانی که ناگزیر ساعات کمتری باید کار کنند و همچنین رستوران‌ها و هزینه‌های مربوط به شاگردان مدارس اختصاص داده شود. در همین ارتباط وزیر دارایی آلمان گفت کمک ها به فوریت و بدون اتلاف وقت پرداخت خواهد شد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان در سخنان دیروز خود همچنین از خدمات و اهمیت کار سازمان بهداشت جهانی دفاع کرد. مرتضی رئیسی گزارش میداد. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. و حالا هم نوبت می‌رسه به چند خبر کوتاه از ایران در ایران در یک نگاه. گروهی از مسئولان سابق وزارت بهداشت ایران در نامه‌ای از سعید نمکی وزیر بهداشت خواستند که با فساد ساختاری موجود در وزارت بهداشت ایران و شرایط تهیه دارو برخورد کند. در این نامه آمده که از مهمترین مصادیق این فساد مجوزهایی است که عمدتاً در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق صادر شده و پروانه تولید هم به نام خود آنها یا همسر و فرزندانشان است. محمد نوریزاد فعال سیاسی در ایران از محکومیت علی نوریزاد پسرش به 3.5 سال حبس تعزیری خبر داده است. خود آقای نوریزاد از زمان امضای نامه تقاضای استعفای آیت الله خامنه‌ای در زندان به سر می‌برد. در پی ابتلای سام رجبی به بیماری کووید 19 در زندان اوین ایران، کتایون رجبی خواهر این فعال محیط زیست در توییتی نوشته که برادرش در نامه‌ای به رئیس زندان اوین گفته اگر تا 2 روز آینده به بیمارستان منتقل نشود دست به اعتصاب قضا خواهد زد. همزمان وکیل سیامک نمازی زندانی ایرانی آمریکایی نسبت به وضعیت موکلش که همبند سام رجبی است ابراز نگرانی کرده. جرد گنسر خواهان مرخصی فوری موکلش شده و گفته قوه قضاییه ایران آمدانه از مرخصی دادن به سیامک نمازی در وضعیت بحرانی فعلی خودداری می‌کند. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی ایران میگوید از فردا مراکز شماره گذاری آموزشگاه‌های رانندگی در ایران آغاز به کار خواهند کرد. به گفته کمال هادیانفر، ساعات کار مراکز مانند قبل و شرایط عادی بوده و تصمیمی به تغییر در آن گرفته نشده، اما به گفته او لازم است که شهروندان زمان حضور خود را در مراکز مدیریت کنند. و فضل الله اویسی موسیقیدان که 2 روز پیش در 97 سالگی درگذشت، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. از آقای اویسی کتابی هم در زمینه زبان و ادبیات فارسی با عنوان گنج بیرنج شامل ضرب المثل هایی در بیش از 1500 صفحه چاپ شده که حاصل بیش از 4 دهه مطالعه و پژوهش او بود است. خب این هم از خبرهای کوتاه ایران و حالا سری میزنیم به افغانستان. در چند روز اخیر پخش یک ویدیو در برخی شبکه‌های تلویزیونی افغانستان خبرساز شده. در این ویدیو که در بخش پیام‌های بازرگانی پخش می‌شود، لشکر فاطمیون در کنار داعش گروه تروریستی خوانده می‌شود. پخش این ویدیو واکنش‌هایی را در میان شهروندان افغانستان در پی داشته. با همکارمون ارشاد هنریار در کابل در تماس هستیم. بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. ارشاد، درباره این پیام تبلیغاتی اول از همه بیشتر به ما بگو. سلام، صبح شما بخیر. ما این پیام از تلویزیون‌های طلوع و یک افغانستان دیدیم که از رسانه‌های پرمخاطب داخلی هستند.
در این پیام که در فاصله هر چند دقیقه یک بار پخش میشه، لشکر فاطمیون در کنار گروه داعش به عنوان گروه تروریستی خوانده میشه و گفته میشه که این گروه ها در تلاش ایجاد تفرقه و دامن زدن به خشونت در افغانستان هستند. در این پیام که بیرق افغانستان و نقشه افغانستان در پس زمین است، پرچم داعش و فاطمیون کنار هم قرار میگیره و با هم در یک ترازو وزن میشن. من تلاش کردم دیروز که با منابع مختلف از دولت افغانستان تماس بگیرم، اونا اظهار بیخبری میکنن، میگن ما در جریان این پخش ویدیو نیستیم و نمیدانیم که چی کسی یا چی گروه تلاش کرده کیره به رسانه ها بتا و ما رسانه ها من تماس گرفتم. اونا میگن که این پیام نمیگن که از سوی چه کسی برشان داده شده. ما میدانیم که در رسانه افغانستان پیام های بازرگانی در بدل پول پخش میشه و میکانیزم دقیق هم دولت افغانستان بر نظارت از این پیام ها نداره. میتونی بگی که این پیام چه واکنش هایی داشته در داخل افغانستان؟ واکنش های زیاد من در شبکه های اجتماعی برخوردم که از نماینده های مجلس گرفته تا برخی مقامات حکومتی تا شهروندان عادی این پیام انتقاد کرده بودند و خواستار متوقف شدن پخش این پیام شده بودند. اونا میگفتند که داعش عملا در افغانستان در عملیات خونین نقش داشته و خود مسئولیت و عملیات هم گرفته، اما لشکر فاطمیون مستقیما در عملیات افغانستان نقش نداشته و یک ما هر دو را با هم یک ترازو وزن بکنیم و با هم مقایسه بکنیم زیاد درست و بجا نیست. از طرف هم تعداد هم هستن که میگن که لشکر فاطمیون همونقدر نقش در کشتار افغانها داشته که داعش در افغانستان داشته. اشاره اونها به اعزام نیروهای مهاجران افغان از طرف ایران به جنگ سوریه است. در کل در افغانستان ما شاهد واکنش های متفاوت هستیم. تعداد هم میگن که این پیام و نشر پیام روپوش گذاشتن به فعالیت های طالبان است، یعنی در بنابرای کارنامه های سیاه طالبان تلاش میکنم که سفید نشان بدن و تهدید اصلی بر افغانستان گروه دولت اسلامی و فاطمیون نشان میدن. ما میداریم که افغانستان سالها شاهد جنگ های فرقهی و تنظیمی بوده، اما جنگ مذهبی در افغانستان پیشتر نداشته. اینجا در اینجا شیعه و سنی در کنار هم زندگی بسیار خوب و مسالمت آمیزی داشتن، هرچند ما با شمار از دوره های تاریخی و با شمار از ناظران صحبت کردم، اونا میگه که در گذشته هم تلاش های شده که تفرقه افغانی شده و جنگ مذهبی در افغانستان دامن زده شده. اونا نمیگن سوی چی کسایی، میگن سوی کسایی که با افغانستان دشمنی دارن. این تلاش ها شده اما نتیجه بخش نبوده و در آینده هم این تلاش ها نتیجه نمیده، اما نگران هستن که در دراز مدت اگر به صورت سیستماتیک کار شده، بینون ابزار جنگ نرم از استفاده شده، ممکن در افغانستان هم این ترس ایجاد شده. آیا ممکنه که این آگهی رو بردارند، یا اینی که این ویدیو رو بردارن، یا اینکه به واکنش ها اونها هم واکنش نشون نمیدن در مقابل این واکنش ها و همچنین ادامه خواهد داشت؟ انتظار میره در صورتی که دولت افغانستان مداخله مستقیم بکنه و از وزارت اطلاعات فرهنگ ما میدونیم که یک بخش از کارش نظارت از پخش یا از نشرات رسانه ها است که اونها میتونه در این زمینه مداخله بکنه و جلو پخش پیام بگیره. در کل پارلمان افغانستان هم میتونه این کار بکنه و ما انتظار این است که در روزهای آینده این پیام از رسانه ها متوقف شود، در حالی که رسانه ها میگن که بر اساس یک قرارداد این پیام پخش میکنن که قراردادش ظاهرا طولانی مدت است و نمیگن که با چی کسی قرارداد کردن. مشخصا من پرسیدم که آیا کشور مستقیما یا سفارتخانه با شما این قرارداد بسته؟ اونا میگن که ما معمولا با سفارتخانه قرارداد نمیبندیم. تلویه هم میگن که اگر سفارتخانه هم در پشتی باشن، تلاش میکنن از طریق یک منبع دیگه، یک شرکت قراردادیشان که نامش زیاد معلوم نیست و هویتش زیاد آشکار نمیشه، پیام های چینی را با اونها بسپارند و برشن. متشکرم ارشاد هنریار، همکار ما در کابل. چشمانداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می شنوید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران.
صفی‌الدین قیومی یکی از ده ها هزار مهاجر افغانستانی مقیم دهلی است که میگوید با آغاز بحران کرونا چرخه زندگیش متوقف شده. او معلول است و مسئولیت گذران زندگیش تا پیش از شیوع ویروس کرونا بر دوش دو پسرش بود. او در مورد زندگیش به ما چنین گفت. مهاجرین افغانی که کشور هندستان است، اینا مثل کشورهای غربی اروپا از کمکایی که مثلا کشور سازمان ملل و اینا برشان میده، مثلا اسکان میده و چیزا میده، از اینا محروم هستن. فقط اینا خودشان باید کار بکنن، خودشان اول باید روزمره زندگی خودم تامین بکنن، کرایه خانه خودم تامین بکنن و هیچ گپا. من یکی از کسایی هستم که از این جمله 70,000 مهاجری که در کشور هندستان زندگی میکنه، ناچارترینش خودم هستم که ما برای شما اگر بخواید منوشن میتونم که ما از کمر پایین مکمل فلج هستم و از دو بچی ما که در دکان کار میکرد که ماهانه 6,000 و 5,000 مزد داشتن، فعلا هیچ مزد ندارن. دو شب است که اولادای من نان نمیافن که بخورن. هیچ مؤسسه برای ما تا این روز کمک نکرده، هیچ کسی حاضر نیست که با ما کمک بکنه. گفتگویی بود با یا در واقع صحبت‌های صفی‌الدین قیومی رو شنیدید که از مهاجران افغانستانی در دهلی. حالا هم نگاهی بندازیم به چند تا دیگه از پیام‌های شما. کسی که فکر می‌کنم اسمش محسنه نوشته: سلام، مرسی بابت طراحی جدید سایت. من تقریباً 15 ساله که از مطالب سایت و بخش‌های مختلف خبری BBC اخبار روز رو پیگیری می‌کنم. لطفاً ارجاع خبر از کانال تلگرام به سایت رو کنسل کنید، چون معمولاً ما از کانال تلگرام با پروکسی‌های خود تلگرام استفاده می‌کنیم و وقتی برای دیدن این ادامه خبر باید به سایت مراجعه کنیم، به خاطر خاموش بودن فیلتر شکن کلاً منصرف می‌شیم. اگه امکانش از کل اون خبر رو تو کانال قرار بدید. متشکرم از صحبتات. من اینو به گوش کسانی که بعد در موردش تصمیم بگیرن میرسونم، ببینیم که اونها چی فکر میکنند. کسی به اسم میم الف یا ام ای نوشته: موشک ماهواره بر نظامی ایران، پاداش پخش و اشاعه کرونا توسط ایران به طرف اروپا و آمریکا از طرف چین. این هم نظر این فرده. و سعید نوشته: به نظرم حسین سلامی به جای مواضع غیر سازنده و تنش‌زایی مانند تروریستی خطاب کردن ارتش آمریکا و آمادگی برای زدن شناورهای آمریکا، بهتر بود ارتش آمریکا را به یک روند تفاهم و همکاری‌های مشترک دفاعی منطقه دعوت می‌کرد. فکر کنم بتونیم یک پیام دیگه هم بخونیم. کسی که خودش رو وکیل دادگستری معرفی کرده نوشته: آزمایش ماهواره یا پرتاب اون به فضا در این موقعیت مریضی خوشایند نبود. متشکرم از پیام‌هایی که برامون فرستادید. اگر فرصت بشه باز هم در پایان برنامه سری میزنیم به اون پیام‌هایی که شاید در فیسبوک برای ما فرستادید. حالا بریم به سراغ خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی امروز رو با خبری از فوتبال ایران شروع می‌کنیم. مهدی دادرس عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال گفته که رأی بازی برگزار نشده تیم‌های سپاهان و پرسپولیس از هفته 20 مسابقات لیگ برتر به زودی اعلام میشه. مسابقه‌ای که قرار بود در شهر اصفهان و ورزشگاه نقش جهان برگزار بشه، ولی بعد از اینکه تیم پرسپولیس به همراه تیم داوری به داخل زمین اومدن، این تیم سپاهان بود که در رختکن موند و به داخل زمین نیومد و همین مسئله باعث شد که این بازی یک بازی بسیار جنجالی بشه. بعد از اون کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نتیجه این بازی رو 3-0 به نفع تیم پرسپولیس اعلام کرد، مسئله که باعث شد تیم سپاهان به این موضوع اعتراض بکنه و پرونده به کمیته استیناف بره و حالا بعد ببینیم که کمیته استیناف رأی نهاییش در مورد این بازی چی هست. خب کابه، نتیجه جلسه دیروز یوفا چی شد درباره اینی که آینده مسابقات دیگه برتر فوتبال کشورها چی میشه؟ یوفا در جلسه که بله دیروز با حضور 55 کشور عضو اتحادیه فوتبال اروپا داشت، تصمیم گرفته که در دو حالت کشورها میتونن لیگ خودشون رو نیمه کاره تموم بکنن. حالت اول اینکه نهادهای دولتی برگزاری مسابقات ورزشی رو ممنوع بکنن و در
چه امکان برگزاری مسابقات در زمان باقی مانده و شروع فصل آینده نباشه، و دوم به خاطر مشکلات غیر قابل جبران اقتصادی هست، چرا که در صورت برگزاری ادامه لیگ این مسئله ضرر جبران ناپذیری به تیم‌ها و باشگاه‌ها وارد بکنه. و همچنین در جلسه دیروز جام ملت‌های فوتبال زنان اروپا که قرار بود سال 2021 برگزار شه، قرار شد که با یک سال تأخیر در سال 2022 برگزار بشه. از زمان آغاز بوندسلیگای آلمان خبری هست؟ مشخص شده که تاریخش کیه؟ بله، در حالی که در اکثر کشورهای اروپایی رقابت‌های فوتبال تعطیل هست و هنوز هم مشخص نیست که در این کشورها چه زمانی بار دیگه لیگ‌های داخلی از سر گرفته بشه، در آلمان تا دو هفته دیگه قرار هست این مسابقات دوباره شروع بشه. کشور و در پایان چشم‌انداز بامدادی بازم می‌ریم به سراغ مسعود بهنود و یکی دیگه از مجلات این هفته. دومین بخش از بررسی مجلات این هفته رو اختصاص دادیم بخارا شماره 135 که نزدیک عید منتشر شد، گرچه که شنیدم که چاپ بعد از این، چاپ اول سال 99 هم در راه است. این شماره عکسی روی جلد هست که در حقیقت به خاطر اینه که یادنامه بهرام صادقی است. بهرام صادقی اون پزشکی که کمتر پزشکی کرد، گرچه که بیماران اصفهانی از او خاطرات خیلی عجیبی دارند. عجیب است که این پزشکان نویسنده ما مثل دکتر سایدی، مثل روحی، مثل آقای بهرام صادقی، اینها همه یک تصویری از خودشون در بین مردم یعنی بیماران باقی گذاشتن که اون تصویره در وجود آدمایی که مریضشون بودنم جا انداخته. اول مجله شروع میشه با یک مقاله از محمد علی موحد. واقعا استاد موحد باید دستش رو طلا گرفت. هر هفته ما یه چیزی میخونیم که حیرت زده کسی هستیم 90 چند سال عمرش هست و اینقدر واقعا دل میسوزونه برای ما، اینقدر چیز به ما یاد میده. این دفعه تبریز در آینه کلام مولانا، چه موضوع جالبی، چقدر تبریز اثر گذاشته در کلام مولانا. و بعد از اون نوشته از سعید پورعظیمی، تصنیف ها و کنسرت های عارف که خیلی موضوع شیرینی است. بعد ادبیات جهان که همیشه داره، قلم رنجه استاد بهاءالدین خرمشاهی که هفته ای از هفته دیگه شیرین تر هست. و بعد میرسه به داستان نویسی و یک شبی یادنامه ای بوده است از بهرام صادقی که اینجا موضوع اصلی این هفته هست. بنابراین من از بقیه مطالب هفته که درباره مسائل مختلفی است، طبیعی است که وقتی که یک مجله 600 صفحه باشه، طبیعی است که انقدر مطالب زیاده که نمیشه در این چند دقیقه ما خلاصش کرد. چند گنجد بحر در کوزه ای. حامد قصری که اینطور که می نویسه از زمانی که 16 سالش بوده اولین داستانی که خونده در خیابان سعادت آباد اصفهان استاد میر علایی رو دیده و غرور خودش شکسته رفته، از او خواسته که کتابی بهش بده. اون هم ملکوت رو دستش گذاشته. ملکوت شاهکار بهرام صادقی است که حالا آقای قصری که جوان است، ولی من هم که سال خورده هستم اولین باری که تکون خوردم و به اسم دکتر بهرام صادقی برخوردم ملکوت بود. یعنی روزی بود که کیهان هفته رو خریدیم، بردیم و با سلیقه شاملو یک اسم بزرگی در صفحه اول بود که روش نوشته بود ملکوت. و بعد بودش که حالا دیگه ما رفتیم در انتشارات زمان رو اول ملکوت رو خریدیم، بعد سنگر و قمقمه‌های خالی رو. به این ترتیب آشنا شدیم با یک نفری که آمد بهرام صادقی محض اطلاعتون 1315 به دنیا آمده، یعنی خیلی دور نبوده است، ولی متاسفانه 1363 فوت شد. جوان بود واقعا جوان بود. از همون سالهای جوانی، یعنی همون موقعی که هنوز دکتراشو نگرفته بود، با همین قصه از جمله همین ملکوت که صحبتش میکردیم. البته قبل از اینا توی شماره‌ای در سخن، مجله ادبیات و دانش و هنر امروز، اون موقع که قاطعیتی هم داشت در صحنه، اونجا قصه ای رو چاپ کرد که اسمش بود سراسر حادثه. و بعد از اون دیگه در نشریات معتبر مثل همون سخن مدام قصه هاش چاپ می شود. خیلی هم بی سر و صدا بود، حاشیه نداشت، خیلی اهل اینکه توی گعده های شهرت بگرده نبود و به همین جهت هم اسم و رسم به خصوصی به اون معنی پیدا نکرده بود، تا اینکه یواش یواش دیگه صحنه عوض شد. مثلا یادم هستش که سایدی که اتفاقا در مجله نقد کرد، سایدی
یک مقاله نوشت به عنوان هنر داستان نویسی بهرام صادقی که از ساعدی پیداست که چقدر تحت تاثیر این جوان شنگول قرار گرفته که این رو نوشته است و چه تحسین و تجلیلی از او کرده است. دکتر محمد صنعتی معتقد است که دکتر بهرام صادقی دکتری خیلی نکرد، یعنی خیلی پزشکی نکرد، مثل خود آقای صنعتی، و بعد از اون است که ما نوشته های متعدد، عکس های خوب و اصولا یه مجموعه میبینیم که خودش ارزشی بیوگرافی راجع به دکتر بهرام صادقی داره که یکی از شعرهای ناب داستان نویسی ایران هست. با هم نگاهی گذرا کردیم به این شماره بخارا که درباره بهرام صادقی بود. مسعود بهنود، روزنامه‌نگار در لندن. به این ترتیب به پایان چشم‌انداز بامدادی رسیدیم. همراه با همه همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. شب و روزتان خوش.